روانشناسان میگویند که زندگی بر روی زمین بدون ماه ممکن نمیشد. جدای از آنکه آنها میگویند بدون جزر و مد و این حرکت ریتمیک اقیانوس‌ها زندگی هرگز روی زمین شروع نمیشد، دلایل فراوان دیگری هم وجود دارد. در جولای 1970 دو دانشمند روسی با نام‌های میخائیل واسین و الکساندر شوگوف مقاله علمی را تحت عنوان آیا ماه توسط بیگانگان هوشمند ساخته شده است را منتشر کردند که عنوان مرموز آن سر و صدای بسیاری را به پا کرد. این نظریه پیشنهادی استدلالی را ارائه کرد که قادر بود مضامین بیشماری در مورد ماه و علت ایجاد شدن آن را توضیح دهد. ماه یکی از عجیب‌ترین اجسام موجود در منظومه شمسی ما است. مسئله موجودیت کره ماه به طور کامل توسط دانشمندان ناسا و در رأس آنان رابین بیر تشریح شد. او در این باره میگوید به نظر میرسد که توضیح وجود داشتن کره ماه از وجود نداشتن آن راحت تر باشد. اما این دو دانشمند روس با انتشار این مقاله توانستن سوالات عجیب و غریبی را مطرح کنند که تا آن زمان هیچ دانشمند دیگری جرأت پرسیدن آن را نداشت. در این مقاله می‌خوانیم که کره ماه به جای آنکه یک جسم طبیعی باشد، در واقع ریش سیاره مصنوعی بوده که به شکل قابل توجهی توخالی شده است. به گفته دانشمندان برای ساخت کره ماه از ماشین‌آلات فوق پیشرفته استفاده شده تا مسیرهای خاصی را در دل آن به وجود آورند. پسمانده‌های مربوط به این فرایند را می‌توان در عناصر موجود در سطح کره ماه نیز یافت. بهتر است که بدانید سطح سنگی ماه سرشار از تیتانیوم است. از طرفی فلزاتی ارزشمند همچون برنج، اورانیوم 236 و نپتونیوم 237 نیز در سطح این قمر اسرارآمیز یافت می شوند. و جالبتر است که بدانید این عناصر تاکنون هیچگاه به صورت طبیعی کشف نشده اند. اورانیوم 236 عنصری رادیواکتیوی حاصل مصرف شده اورانیوم و فراوری دوباره آن است. و جالبتر این که نپتونیوم 237 نیز یک عنصر فلزی رادیواکتیوی ساخته راکتورهای اتمی است. به راستی که این اسرار عجیب در ماه تصادفی هستند؟ دکتر فاروق الباز در جریان مأموریت آپولو با آژانس فضایی ناسا و اکتشاف در کره ماه همکاری داشت. او در این باره میگوید در زیر سطح ماه غارهای ناشناخته و متعدد وجود دارد. چند آزمایش مختلف برای واقعیت داشتن این امر نیز انجام شده است. سینسی سولومون به عنوان یکی از دانشمندان ارشد دانشگاه MIT با اظهارات خود بر داستان توخالی بودن کره ماه افزود. برنامه بدارگرد ماه نتایج فوق‌العاده‌ای در مورد میدان گرانشی کره ماه در پی داشت که نشان می‌داد گویی که واقعاً کره ماه توخالی است. در نگاه اول پذیرش چنین ادعایی غیر ممکن به نظر می‌رسد. اما دانشمندان معتقدند که این مدل قادر است تمامی اسرار مرتبط با کره ماه را توضیح دهد. این دو دانشمند روسی در شرح فرضیات خود میگویند که عمر کره ماه بسیار قدیمی تر از زمین و حتی کل منظومه شمسی است. همچنین مدل پیشنهادی آنان میتواند علت وجود سه لایه مختلف در دل ماه را توضیح دهد. متراکم ترین مواد موجود در ساختار ماه در لایه بیرونی قرار دارند. این بدان جهت است که این کره را همچون یک هواپیمای بین کهکشانی به سوی زمین رهسپار کردند و پوسته خالی آن نقش بدنه هواپیما را بازی میکند. علاوه بر اینها فرضیات محققان روسی میتواند علت عدم کشف آب بر سطح ماه را نیز توضیح دهد. اما در مقابل شواهد گسترده‌ای از وجود آب در زیرپوسته این قمر نیز وجود دارد. تئوری انقلابی ماه توخالی میتوانست رمز و راز نهفته در مورد سطوح بسیار بزرگ و کشش‌های چشمگیر گرانشی در برخی نقاط سطحی این قمر را توضیح دهد. در عقیده محققان به کمک تئوری ماه توخالی میتوان علت لرزش‌های عجیب و غریب در کره ماه را به خوبی توضیح داد. آیزاک آسیموف میگوید کره ماه برای آنکه در میدان گرانشی زمین به دام بیفتد بسیار بزرگ است. علاوه بر این دانشمندان معتقدند که کره ماه از مدار واقعی خود بسیار دور است و همین امر موجب میشود که در مورد طبیعی بودن آن شک و تردید بسیاری وجود داشته باشد. دانشمندان معتقد هستند که کره ماه برخلاف باور عموم یک کره طبیعی در مدار سیاره ما نیست. اگر چنین بود کره ماه در امتداد خط استوای زمین گردش میکرد. جالب است بدانید که آسیموف در این باره کاملا درست میگفت. زیرا گردش کره ماه در مدار زمین یک دایره کامل نیست و گذشته از این موضوع همواره یک سمت از ماه به سوی زمین قرار دارد و سمت دیگر آن همان سمت بحث برانگیز ماه تاریک است.
نیل آرمسترانگ نخستین انسانی است که طی مأموریت آپولو 11 در 20 ژوئیه 1969 بر کره ماه گام نهاد و آپولو 17 آخرین سفر انسان به کره ماه بود. آپولو 17 در 11 دسامبر 1972 از مرکز فضای کندی در فلوریدا به همراه 3 سرنشین به فضا پرتاب شد. این سفینه پس از 12 روز به همراه بخشی از خاک سطح ماه به زمین برگشت. قرار بود که بعد از آپولو 17، آپولو 18 و آپولو 19 سفر بعدی انسان به ماه باشد. اما ناگهان همه چیز تغییر کرد و دیگر انسان به ماه سفر نکرد. سپس خبرهایی مبنی بر دروغ بودن سفر انسان به ماه منتشر شد که البته نتوانست ذهن مردم را تسخیر کند. در سال 1994 اطلاعاتی از سازمان فضایی ناسا به بیرون راه یافت که طبق آن قسمت تاریک ماه مربوط به یک برنامه مشترک بین CIA و ناسا به نام منطقه ممنوعه است. جالب اینجاست که با فشار بسیار زیاد دانشمندان مستقل و خارجی، کاوشگران ناسا از جمله کاوشگر 101 مختص ماه است، هیچ گونه عکس از قسمت تاریک ماه تهیه نمی‌کنند. در طی چند سال اخیر تعدادی عکس از طریق چند دانشمند و ستاره شناس ژاپنی و اروپایی از ماه منتشر شد که در آن بناها یا اشیایی عجیب دیده شده است که البته مربوط به قسمت روشن ماه است. دیگر خبری از ماه به گوش نرسید تا اینکه ناسا در روز چهارشنبه 9 اکتبر 2009 سیاره ماه را با موشکی به وزن 2200 کیلوگرم که سرعت آن دو برابر سرعت گلوله بود بمباران کرد. این موشک به حفره در قطب جنوبی ماه برخورد کرد و تمام اجرای این برنامه به گفته ناسا برای یافتن آب صورت پذیرفت با هزینه بالغ بر 583 میلیون دلار. آمریکا در آن زمان در بدترین شرایط اقتصادی و نظامی قرار داشت، زیرا با عراق و افغانستان در جنگ بزرگی بود، اما با این حال حاضر شد به جای صرف این هزینه در امور نظامی و یا اقتصادی کشورش سیاره دیگری را که حدود 383 هزار کیلومتر با ما فاصله دارد را بمباران کند. هوگلند نویسنده کتاب جنجالی مأموریت سیاه این گونه می نویسد: بیشک سوالی به سراغتان آمد، مأموریت آپولو 18 که لغو شد و هرگز انجام نشد. بله، هوگلند میگوید مارتین تورین در آخرین مصاحبه‌های خود به من گفت ما درباره همه چیز دروغ گفتیم. ما اسم ماه را سیاره سیاه گذاشتیم زیرا ساکنان این سیاره موجوداتی خونخوار و وحشی هستند. پرایسر در صحبت‌های خود به صورت رادیویی که به طور مستقیم در مرکز کنترل ناسا در سال 1981 پخش می‌شد، با صدای لرزان و بریده و نفس زنان که از دویدن مسیر طولانی ایجاد شده بود، چنین گفت: و این آخرین صحبت‌های آرنولد پرایسر فرمانده و یکی از سرنشینان آپولو 18 بود. کمی دورتر از پرایسر، مگی نارون در مخزن اکسیژن آپولو 18 نیز چنین گفت: هوگلند در کتابش می نویسد من قصد نگارش این کتاب را نداشتم تا زمانی که ناسا ماه را بمباران کرد و فهمیدم دقیقاً مختصات بمباران همان جایی است که مگی جانش را از دست داده است. آلفر لمبرموند در مقاله‌ای در 19 ژوئن برای حمایت از نظریه هوگلند شواهد تکان دهنده ارائه داد. حوادثی که او به آنها استناد می‌کرد توسط منابع مختلف دیگر نیز تایید گردیدند. ابتدا در یک مستند تلویزیونی در سال 2006 با نام آپولو 11
باز آلدرین برای اولین بار علناً اذعان کرد که فضانوردان در سفر خود به ماه یوفوها را مشاهده کرده بودند، اما مجاز نبودند روی خط ارتباطی زنده با ناسا درباره این اطلاعات حرف بزنند. دوم، در سال 1979 موریس جاتلاین، سرپرست سابق سیستم‌های مخابراتی ناسا، تایید کرد که نیل آرمسترانگ مشاهده دو یوفو در اطراف یک کفره را گزارش کرده بود. ناسا در آخرین ابلاغیه خود اعلام کرد که در سال 2019 دوباره به ماه خواهند رفت، و اما در 3 ژانویه 2019 اولین فضاپیمای چینی بر سطح تاریک ماه فرود آمد. سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر ما را سابسکرایب کنید.